سلام دوستان، امیدوارم که تمام درس قبل رو با دقت کار کرده باشید. دوستان، مباحث جمله سازی و جمله هایی که داریم میسازیم همشون الگوهایی هستن برای اینکه بتونید بعدا استفاده کنید، یعنی مطمئن باشید توی اولین مکالمه که با یک در واقع شخصی که از حالا هر کشور عرب باشه، مخصوصا عراق، این جملات و اصطلاحاتی که داریم میگیم کاملا کاربردی هستن. خب خواهش میکنم دقت کنید در اینجا. جمله اول: ببخشید میخوام یه نوبت بگیرم. ها ببینید، این مثلا توی حالا فرق نمیکنه کلینیک های مختلف برای دکتر و غیره. خب ببخشید، اگه بخوای یک کم رسمی تر بگی بالمعذره، 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 ولی حالا به حالت عامیانه ترش سامحنا، سامحنا، که البته در مورد خانم ها باید بگیم سامحینا، سامحی یعنی ببخش، نه ما رو، ها ما رو ببخش، یا همون ببخشید در واقع. پس بالمعذره یا سامحنا. خب در ادامه میخوام این نوبت بگیرم، اريد اكد فرد موعد، ها موعد یعنی همون نوبت در واقع. اريد میخوام اكد بگیرم، فرد هم که همون یک هست، فرد موعد، یک نوبت. گفتیم که دوستان ما در زبان عربی مثلا نوبه هم داریم، نوبه ولی یعنی دفعه، مثلا میگیم فرد نوبه، فرد نوبه یعنی یه دفعه، یا مثلا میگیم نوبتین، نوبتین در واقع همون نوبتین یعنی دو دفعه، نوبه پس یعنی دفعه. اما نوبتی که ما داریم میگیم یعنی در واقع همون قرار ملاقات، این میشه موعد. پس اریدکت فرد موعد، میخوام یه موعد بگیرم یا یکم در واقع نوبت بگیرم. بریم سراغ جمله بعد. چند نفر جلوی من هستم؟ کم نفر، کم یعنی چند، ها ببین ما زمانی که مثلا بخوام بگیم تعدادی میگیم کم، زمانی که بخوام بگیم چه تعداد باز میگیم یا چه مقدار باز میگیم کم. حالا کم نفر. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.